سرخط خبرها. اعلام محدودیت‌های سراسری در ایران از یک هفته دیگر. حسن روحانی با تعطیلی گسترده در تهران برای مهار کرونا مخالفت کرد. اولین سالگرد اعتراضات آبان ماه در ایران. سه سازمان حقوق بشری دادگاهی مردمی در لاهه هلند برگزار می‌کنند. روزنامه نیویورک تایمز میگوید اسرائیل فرمانده ارشد القاعده را در تهران ترور کرده. ایران تکذیب می‌کند. و وداع ارمنی‌ها با سرزمینی که میگویند خاک اجدادی است، همزمان با اجرای موافقتنامه صلح در قره‌باغ. سلام، عصرتون بخیر. شنبه است 24 آبان ماه برابر با 14 نوامبر. خوش آمدید به این بخش خبری از تلویزیون فارسی بی بی سی. من پریزاد نوبخت هستم. موج دوم کرونا بسیاری از شهرها و کشورهای نیمکره شمالی را به حالت تعلیق یا نیمه تعطیل درآورده. در روسیه محدودیت‌هایی برای فعالیت بارها و رستوران‌ها به اجرا درآمده و در هند جشن دیوالی بدون شور و حال سال‌های گذشته برگزار شده. در ایران با وجود درخواست وزارت بهداشت، دولت و شخص رئیس جمهوری با تعطیلی گسترده تهران مخالفت کردند، ولی قرار شده که از شنبه آینده شکل تازه‌ای از محدودیت‌ها در سراسر کشور اجرا شود. گزارش سیاوش اردلان رو ببینیم با هم. شبها میخواری اینجا قدغن است. قرار بود در روسیه بعد از ساعت 11 شب به مشتری‌ها مشروب نفروشند تا این گونه فاصله گذاری را فراموش نکنند. حالا پلیس وارد عمل شده. صاحب این رستوران باید جریمه سنگینی بپردازد. جریمه‌ای که شاید در مقایسه با هزینه انسانی در کشوری که نزدیک به روزی 400 نفر قربانی کرونا می‌شوند، چندان هم زیاد نباشد. مراسم جشن و پایکوبی در هند شاید برای لحظاتی چند سایه وحشت 130 هزار قربانی کرونا را از سر این کشور کم کند. آیین دیوالی مثل گذشته شلوغ نیست، ولی همین اندک جمعیت هم می‌تواند وضعیت مدیریت کرونا در هند را سخت‌تر کند. کشورهای زیادی با اوج تازه‌ای از آمار مبتلایان و مرگ و میرها در این موج دوم کرونا روبرو هستند. از جمله در ایران که قرار شده از هفته آینده به سه منطقه متفاوت خطر تقسیم شود. از روز شنبه اول آذر نزدیک به 100 شهر و شهرستان از جمله تهران در وضعیت قرمز خواهند بود. در این وضعیت بجز مشاغل خیلی ضروری که مایحتاج مردم و به صورت روزانه فراهم میکنه، مثال امنیتی و سلامت مردم رو تامین میکنه، بقیه مشاغل همه تعطیلن. در مناطق نارنجی فقط 1/3 کارکنان میتوانند در محل کار خود حاضر باشند. هیچ خودروی شخصی هم حق ندارد از این مناطق به منطقه غیر بومی برود. تدابیری که روشن است از نظر کارشناسان و مقامهای وزارت بهداشت و حتی بعضی نمایندگان مجلس لازم است، ولی کافی نیست. اقدامات عاجل ما میتونه اثرات مقطعی داشته باشه، شرایط رو کنترل کنه، بازسازی نیروهای اجرایی بهداشتی درمانی رو فراهم کنه، ولی فکر نکنیم که راه حل معجزه‌آسایی وجود داره با چند روز اقدام عجیب غریبی رو خواهد داد. مخالفت حسن روحانی با تعطیلی کامل تهران باعث نارضایتی خیلی از مسئولان و کارشناسان جامعه بهداشتی کشور شده که ملاحظات آنها ورای صرفاً اقتصاد است. در آمریکا نیز رئیس جمهوری این کشور دیشب تأکید کرد که دولتش با تعطیلی کامل کسب و کارها مخالف است، هرچند معلوم نیست دولت بعدی دولت او باشد. اما بخش مهمتر گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا مربوط به خبر در راه بودن واکسن کرونا است، خبری که امروز سهام خیلی از مشاغل آسیب دیده را در بازار بورس بالا برد و امیدواری ایجاد کرد. امیدواری در عین این یادآوری سازمان بهداشت جهانی که چنین واکسنی تا یک سال آینده فقط به 20% جمعیت خواهد رسید. هدف اینه که هر کشور بتونه تا انتهای سال 2021 حداقل 20% جمعیتش رو واکسینه کنه، که خیلی گام مهمی در مسئولیت دادن به کادرهای درمانی و قشرهای آسیب پذیر خواهد بود. و بعد با افزایش تولید در سال 2022 شاهد افزایش ارائه و توزیع واکسن باشیم. احتمالاً بخشی از این 20% کادرهای بهداشتی و درمانی هستند که بیشترین تلاش‌ها و بیشترین خستگی‌ها را در کمک به حداقل 53 میلیون مبتلا در سراسر جهان تجربه کردند.
اما حتی برای همینها هم یک واکسن مؤثر نمیتواند مانع مرگ و میرها و اختلالاتی شود که امروز موج دوم کرونا در این فصل پاییز برای نیم کره شمالی به همراه داشته و خیلی از کشورهای اروپایی را تا مرز تعطیلی کامل پیش برده. سیاوش اردلان، بی بی سی. نگاه کنیم به چند خبر کوتاه. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرده که عمران خان نخست وزیر پاکستان این هفته به کابل می رود و با رئیس جمهوری افغانستان در مورد مذاکرات صلح و همکاری های سیاسی، امنیتی و اقتصادی صحبت می کند. سفیر پاکستان در افغانستان هم در توییتی نوشته که مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و تعدادی از مسئولان گمرک و راه آهن پاکستان هم دوشنبه به کابل خواهند رفت. پیکر رسول ایران نژاد و همسرش شیوا محمد پناهی و دو فرزندشان آنیتا و آرمین به سردشت بازگردانده شد. خانواده ایران نژاد با قایق در راه بریتانیا بودند اما در کانال مانش غرق شدند. هنوز اثری از آرتین فرزند 15 ماهه آنها که در قایق بوده پیدا نشده. هزینه انتقال پیکر اعضای این خانواده را وزارت خارجه ایران پرداخته. پیشتر نماینده سردشت در مجلس شورای اسلامی گفته بود تامین هزینه انتقال اجساد به ایران برای بازماندگان خانواده ایران نژاد غیر ممکن است. شهلا جهانبین از نویسندگان نامه درخواست استعفای رهبر ایران به گفته همسرش برای اجرای حکم به زندان اوین برده شده. عباس واحدیان همسر خانم جهانبین در توییترش نوشته که حکم همسرش با وجود بیماری و نیاز به جراحی کتف اجرا شده. خانم جهانبین بر اساس حکم دادگاه به 27 ماه زندان محکوم شده. همزمان با اولین سالگرد اعتراضات آبان ماه در ایران، گروهی از فعالان حقوق بشر اعلام کردند که بهمن ماه امسال در شهر لاهه هلند یک دادگاه مردمی برای رسیدگی به وقایع پارسال برگزار می‌کنند. سه سازمان عدالت برای ایران با هم علیه اعدام و حقوق بشر ایران از جمله برگزار کنندگان این دادگاه سه روزه هستند و گفتند گروهی از حقوقدانان بین المللی به جمع‌آوری شهادت‌ها و رسیدگی به شکایات بازماندگان می‌پردازند. در جریان اعتراضات آبان پارسال به گفته مقام‌های ایران حدود 230 نفر و به گفته سازمان عفو بین الملل دست کم 304 نفر کشته شدند. همکارم مریم افشان که این خبر رو دنبال کرده اینجاست. مریم، در این یک سال تو با خیلی از این خانواده‌ها که عزیزانشون رو در اعتراضات آبان ماه از دست داده بودن در تماس بودی، چه گفتن؟ تو این یک سال چه بر سر اونها اومده و بهشون چه گذشت؟ این چیزی که نقطه مشترک صحبت تمام خانواده‌هایی که عزیزی رو از دست دادن، فشار شدید نیروهای امنیتی و ماموران جمهوری اسلامی که مدام تحت ارعاب و تهدید بودند که اطلاع رسانی نکنن، که حرفی در مورد کسی رو که از دست دادن نزنن. اکثر اینها به صورت شبانه و با حضور گسترده ماموران امنیتی تونستن عزیزانشون رو دفن کنن در اون روزها و با کلی در واقع چی میگن نوشتن این که تعهدنامه بدن که اطلاع رسانی نخواهند کرد. این روند همینطوری ادامه داشته، یعنی این نبوده که کسی که کشته شده خانوادهش دیگه راحت باشن. یعنی حتی بعدها من خبری داشتم که کسی که میخواسته تولد برای فرزندش بگیره ریختن خونش و حتی پدر و مادر داغدار رو هم مورد ضرب و شتم و جرح قرار دادن. یک بحث کسانیه که در واقع جانشون رو از دست دادن و کشته شدن در اعتراضات آبان. بحث دیگه بحث گسترده و بازداشت‌های گسترده است. یکی از مقامات ایران همون موقع گفت حدود 7000 نفر بازداشت شدن. عفو بین الملل هم چندی پیش گزارشی منتشر کرد که گفت تونسته 500 نفر از این بازداشت شده ها رو در واقع مشخصاتشون رو در بیاره، در حالی که عفو بین الملل هم معتقده که این رقم بسیار بیشتر از 500 نفره. چیزی که در گزارش های عفو بین الملل یا مصاحبه هایی که خود بی بی سی یا من با خانواده ها یا کسانی که بازداشت شده بودند در زندان ها داشتیم، فشار شدید، شکنجه های بسیار شدید، از تهدید به اعدام نمایشی تا حتی تهدید به تجاوز و تهدید بازداشت خانواده یا حتی تهدید به تجاوز به مثلا اعضای زن خانواده برای کسانی که توی زندان بودن، تمام این فشارها بوده برای اینکه اعترافات اجباری گرفته بشه که سه موردش هم
امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی بودن که دیدیم که وقتی که حکم اعدامشون منتشر شد اومدن گفتن این اعترافات رو تحت شدیدترین شکنجه ها انجام دادن. این در واقع یک خلاصه ای از وضعیت بازداشت شده ها، خانواده هاشون و خانواده های کشته شدگان آبان 98. حالا الان که قراره که این دادگاه برگزار بشه، چقدر این خانواده ها میتونن خوشبین باشن به نتیجه دادگاه و فکر میکنه که چقدر براشون این دادگاه در واقع عدالت خواهی باشه؟ ببینید، این دادگاهی که الان داره برگزار میشه، خارج از ایران داره برگزار میشه، با فعالان حقوق بشری که خارج از ایران هستن و اجازه هیچ نوع فعالیتی در ایران ندارن. قاعدتا این خانواده ها هم به خاطر اینکه صدایشون و صدای دادخواهیشون به هیچ جای در ایران نرسیده، مجبورن که از فعالان حقوق بشر خارج از ایران استفاده کنن که حداقل در واقع صداشون شنیده بشه. کما اینکه مثلا دارم به تو میگم، آقای مجتبی زرنور در وقتی که اعلام کرد که 230 نفر کشته شدن، گفت 26% در اعتراضات حضور داشتن اما جزء معترضان نبودن و به دلایل نامعلوم جان باختن، مثلا شقیقه آنها از حدود 3 متری هدف قرار گرفته. هیچ دادگاهی تا این لحظه برگزار نشده برای کسانی که به گفته خود مقامات جمهوری اسلامی جزء معترضان نبودن و فقط رهگذرانی بودن در خیابون و کشته شدن، عاملان و آمران این کشتار چه کسانی بودن؟ تا امروز دادگاهی در ایران برگزار نشده. نمونه دیگرش مصاحبه بود که من با خواهر یکی از کشته شدگان کردم، امیر حسین کبیری میرفته دنبال خواهرزادش که از مدرسه بیارتش و فیلمی که ازش منتشر شده دستاش توی جیبش بوده که گلوله میخوره و کشته میشه. از این موارد زیاد هست. نمونه دیگه پدر و عموی پویا بختیاری هستن که بازداشت شدن فقط به دلیل اطلاع رسانی و اینکه فریاد دادخواهیشون رو در واقع بلند اعلام کردن. و مریم، این دادگاه چه روندی رو طی خواهد کرد برای اینکه به حقیقت دست پیدا بکنه و دادخواهی بکنه؟ این دادگاه مردمی که قرار در بهمن ماه در لاهه برگزار بشه، در واقع با شواهد و اسناد و مدارکی که خانواده قربانیان میفرستن، صدایی خواهد بود از کسانی که یا کسی رو در بازداشت دارن یا حتی شاهد اون روزهایی بودند که مردم و معترضان مورد خشونت و سرکوب قرار می گرفتن و یا کسانی که بازداشت شدن و یا جونشون رو از دست دادن. قاعدتاً فیلم ها، ببین، همون کاری که ما همینجا در بی بی سی کردیم، وقتی مثلا کسی به ما اطلاع میداد که یک نفر کشته شده، ما گواهی دفن رو میخواستیم، اطلاعاتی میخواستیم. مثلا برای خود من حتی یادمه که خیلی وقتها مراسم تشییع جنازه، گواهی دفن و حتی عکس‌های واقعا دردناکی که شقیقه کسی، جمجمه کسی مورد هدف گلوله قرار گرفته یا قلبش، اینها رو میفرستن برای این دادگاه‌ها که در واقع یعنی اونها بررسی کنن صحت و سقم شواهد و مدارک رو و ببرن به لاهه و ببینن که در واقع چه کاری میتونن انجام بدن. متشکرم از توضیحاتت مریم افشنگ. اینجا نگاهی دوباره کنیم به مهمترین عناوین خبری این برنامه. حسن روحانی از اعمال محدودیت‌های سراسری در ایران از یک هفته دیگر خبر داده، ولی با تعطیلی گسترده در تهران مخالفت کرده است. در اولین سالگرد سرکوب اعتراضات آبان ماه در ایران، 3 سازمان حقوق بشری دادگاهی مردمی در لاهه هلند برگزار می‌کنند. در ادامه این برنامه و واقعیت‌های تلخ و شیرین توافق صلح ارمنستان و آذربایجان. وزارت خارجه ایران گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره ترور فرد شماره 2 القاعده در تهران را تکذیب کرده و گفته اعضای این گروه در ایران حضور ندارند. نیویورک تایمز در گزارش اختصاصی گفته که حدود 3 ماه پیش عوامل اسرائیل به درخواست آمریکا ابو محمد مصری که از مظنونان اصلی بمبگذاری در سفارت‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا بود را در تهران کشتند. این نشریه نوشته که دختر او که همسر حمزه بن لادن، پسر اسامه بن لادن، رهبر سابق گروه القاعده بود، هم در این حمله کشته شده. رسانه‌های ایران مرداد امسال از ترور یک مرد لبنانی به همراه دخترش در تهران خبر داده بودند.
همکارم مهرداد فرهمند از لندن با ماست. مهرداد، کمی بیشتر درباره این شخصیتی که میدونیم در تهران ترور شده برامون بیشتر بگو، ابو محمد مصری. نکته‌ای که در مورد ابو محمد مصری وجود داره این هستش که او یکی از 22 نفری است که در فهرستی بود که آمریکایی‌ها به عنوان افراد در صدر، در واقع افراد به اتهام تروریسم تحت تعقیب گذاشته بودند و در همین گزارش نیویورک تایمز هم نقل شده از مسئولان اطلاعاتی که در میان افراد القاعده که همچنان آزاد می‌گردند او از همه کارآمدتر بود و می‌دونیم که نسبتی هم با اسامه بن لادن داشت. پسرش، دخترش مریم که همراه باهاش کشته شد، عروس اسامه بن لادن بود، یعنی همسر حمزه پسر بن لادن که قرار بر این بود که گویا جانشین بن لادن بشه. و از طرف دیگه پدر همسر خودش هم یکی از سران القاعده بود، کسی بود که در سوریه جبهه نصرت و در بنیانگذاری جبهه نصرت و فتح شام و نام‌های دیگری که بر این گروه‌های وابسته به القاعده در سوریه گذاشته شده همچنان وجود دارند و در حال جنگ هستند. او از بنیانگذارانش بود و در یکی از حملات هوایی آمریکا به سوریه به شکل هدفمند کشته شد. و در مورد پیشینش هم میدونیم که او کسی است که به عنوان طراح بمب‌گذاری در سفارتخانه‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا تحت تعقیب بود. 10 میلیون دلار هم براش جایزه گذاشته بودند. در واقع آمریکایی‌ها 22 سال دنبالش بودند و آنطور که در گزارش نیویورک تایمز اومده اسرائیلی‌ها این ترور رو برای آمریکایی‌ها انجام دادند. مهرداد، همونطور که با تو صحبت میکردیم تصاویری پخش شد از بمبگذاری در سفارت‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا. الان برامون بیشتر بگو از اینکه واکنش رسانه‌های عربی چه بوده به این گزارش نیویورک تایمز. رسانه‌های عربی بیشتر رفتن گزارش‌هایی که پیشتر داده شده بود در خصوص اتهام ارتباط ایران یا همکاری ایران با القاعده، دوباره اینا رو دارن مطرح می‌کنن. یعنی چیزی که امروز بیش از همه روش انگشت گذاشتند اما اتهاماتی است که از گذشته علیه ایران مطرح بود. با توجه به اینکه بسیاری از افراد القاعده چه هنگامی که به افغانستان می‌رفتند و چه هنگامی که از افغانستان گریختند از خاک ایران عبور کردند و بعدها مشخص شد اونهایی که در عراق یا سوریه بودند اینا زمانی رو در ایران حتی گذراندند و همچنین اینکه دست کم 100 نفر از اینها در ایران در بازداشت بودند، بعضیاشون افراد خیلی دانه درشتی بودند، حدود 20 نفر از منصوبان نزدیک به اسامه بن لادن بودند که جداگانه در جای نگهداری می‌شدند و برخی از اینها به تدریج آزاد شدند. اینها نکاتی است که به عنوان نشانه‌هایی از همکاری میان ایران و القاعده در رسانه‌های عربی مطرح شده و چیز تازه‌ای هم نیست. نکته پرسش برانگیز به طور مشخص در مورد این آقای ابو محمد مصری اینه که او و دو نفر دیگه که یکیش همون حمزه بن لادن دامادش بود و دیگری ابوالفرج مصری به گمانم، این سه نفر در یک مبادله‌ای که میان ایران و القاعده گویا انجام شده بود برای اینکه اونها یک دیپلمات ایرانی رو که در پاکستان روبرو شده بود آزاد بکنن، اینها آزاد شدن هر سه. اون دو نفر دیگر، این حمزه بن لادن بعد رفت در پاکستان و در اونجا کشته شد و نفر دیگر ببخشید سیف العدل بود، جا سیف العدل هم که پسر بن لادن بود، سیف العدل هم رفت و در سوریه کشته شد. اما اینکه این آقای ابو محمد مصری در ایران همچنان مانده و آزادانه هم زندگی میکرده به شکلی که در روزی که کشته شد سوار خودروی شخصیش شده بوده و در خیابان کشته شده، معلومی که در 5 سال گذشته آزاد داشته زندگی میکرده، این برای خیلی ها نکته پرسش برانگیزی شده. ممنونم از تو مهرداد فرهمند، همکارم از لندن. بابا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه. دونالد ترامپ دیروز بعد از یک هفته که با خبرنگاران صحبت نکرده بود در برابر دوربین‌ها حاضر شد تا آنچه را که موفقیت دولتش در کمک به ساخت واکسن کرونا می‌خواند تشریح کند. رئیس جمهوری آمریکا اشاره به جو بایدن رئیس جمهوری منتخب و شکستش در انتخابات نکرد و به پرسش‌های رسانه‌های هم پاسخ نداد. ساعتی قبل از آن شبکه خبری آمریکا و بی بی سی آقای بایدن را پیروز ایالت جورجیا برآورد کرده بودند. با این حال امروز بعد از ظهر قرار است که طرفداران آقای ترامپ از ایالت‌های مختلف در واشنگتن جمع شوند تا به سمت مقر دادگاه عالی راهپیمایی کنند.
به دنبال حملات راکتی به دو شهر اتیوپی، نگرانی از گسترش درگیری‌ها در شمال این کشور افزایش یافته. دولت اتیوپی میگوید برخورد یک راکت به فرودگاه گوندار خسارت‌های ایجاد کرده و جبهه آزادی بخش خلق تیگرای را مسئول این حمله دانسته. مخالفان دولت مرکزی در استان تیگرای پیش از این گفته بودند که فرودگاه گوندار چون ارتش از آن استفاده می‌کند از اهداف آنهاست. امروز 14 نوامبر روز جهانی دیابت است، بیماری که به آن قاتل خاموش هم میگویند. در حال حاضر 463 میلیون نفر در جهان به دیابت مبتلا هستند و سیر سعودی ابتلا به این بیماری همچنان ادامه دارد. با مرگ سالانه بیش از 4 میلیون نفر در جهان به دنبال عوارض جانبی دیابت، این بیماری به یکی از مهمترین معضلات سلامتی قرن 21 تبدیل شده. شایا سلجو گزارش می‌دهد، با این هشدار که گزارشش حاوی صحنه‌هایی است که شاید برای بعضی از شما ناراحت کننده باشد. اینجا بخش بیماران دیابتی بیمارستانی در انگلستان است. پزشک معالج خبر خوبی برای این بیمار ندارد. تنها راهی که برایش باقی مانده قطع پاست. هرچند این یک علاج نیست. دیابت نه فقط از پا در می آورد، بلکه هر سال به قطع عضو صدها هزار نفر می انجامد. سر فردریک بنتینگ یکی از کاشفان انسولین. سازمان ملل روز تولد او را روز جهانی دیابت نام گذاشته. او به همراه چارلز بست در سال 1923 جایزه نوبل پزشکی را دریافت کردند. به رغم این نامگذاری، تعداد مبتلاها هر سال بیشتر می شود. از 20 سال پیش 3 برابر شده. امروز 463 میلیون نفر در دنیا دیابت دارند. سیر صعودی آمار همچنان ادامه دارد. در حال حاضر چین با 116 میلیون دیابتی در صدر است. پس از آن هند در رتبه دوم و آمریکا در رتبه سوم قرار دارند. در ایران 5.5 میلیون نفر، افغانستان 1 میلیون نفر و تاجیکستان حدود 240 هزار نفر دیابت دارند. زندگی دیابتی های مثل من به این انسولین وابسته است. سازمان بهداشت جهانی میگه دسترسی به انسولین میتونه جلوی مرگ زودرس مبتلایان و بروز عوارض ناشی از دیابت رو بگیره. ولی در هفته های اخیر کمیاب یا نایاب شدن انسولین در ایران باعث نگرانی دیابتی ها و خانواده هاشون شده. 25 ساله که دیابتی هستم و از روزهای اول انسولین های ویالیو استفاده می کردم. حدوداً 10 سال پیش شروع کردم به استفاده از انسولین های قلمی، اما متاسفانه توی ماهای گذشته و این اواخر با کمبود انسولین های قلمی مواجه شدم، مخصوصا تو این دوره کرونا که خب بهتر آدمایی مثل من که سیستم ایمنی قوی ندارن تو خونه بمونن، ولی کسایی مثل من مجبور شدیم روزانه چند تا داروخانه رو بگردیم که بتونیم انسولینامون رو پیدا بکنیم و خب این خیلی اذیت کننده است برامون. دیابت به طور کلی به دو نوع تقسیم میشه. دیابت نوع 1 به علت کمبود تولید انسولین از غده پانکراس هست و دیابت نوع 2 پانکراس هنوز انسولین تولید میکنه اما سلولهای بدن نسبت به اثر انسولین مقاوم هستند. به همین علت در دیابت نوع 1 یکی از ارکان اصلی در درمان بیماری دیابت نوع 1 حتما استفاده از انسولین هست. دیابت به طور کلی اگر که به درستی تحت کنترل قرار نگیره میتونه باعث صدمه به بسیاری از ارگانهای بدن بشه، از جمله صدمه به کلیه، به چشم، به اعصاب و همینطور در دراز مدت ممکنه به حمله قلبی یا سکته مغزی منجر بشه. بنابراین کنترل قند خون در دیابت چه نوع 1 و چه نوع 2 اهمیت بسیار زیادی داره. پس اول از همه باید بدونیم قندمون چقدره. اولین مدل این دستگاه‌های تست قند خون دقت خیلی پایینی داشتن، ولی به مرور زمان هم دقیق‌تر شدن، هم کوچیک‌تر و هم قابل همتر. اما سال‌هاست که دستگاه‌های پیشرفته‌تری هم به بازار اومده، مثل این سنسوری که من روی بازوم دارم. این دستگاه‌ها در مدت 24 ساعت روز قند شما رو اندازه‌گیری می‌کنه و حتی این قابلیت رو داره که قبل از افت قند خون به فرد دیابتی هشدار بده. طی هفته‌های اخیر در ایران
هم انسولین نایاب شد، هم نوارهای تست قند خون. و این خودش به نگرانی بیماران دیابتی اضافه کرد. برای ما دیابتی ها خیلی مشکل شده که بتونیم نوار تست پیدا کنیم و قندامون رو کنترل کنیم. برای فرد دیابتی مثل من حداقل روزی 3 الی 4 بار کنترل قند خون لازمه، ولی ما با این شرایطی که داریم همینقدر هم نمیتونیم قندمون رو اندازه بگیریم. الان مجبور شدیم به خاطر نبودن نوار تست قند خون واسه دستگاهمون بریم یه دستگاه جدید تهیه کنیم و یک سری نوار تست محدود بهمون دادن تا یکی دو ماه آینده، ولی همچنان هم از نظر قیمتی هم از نظر پیدا کردن خیلی کارش سختی شده. دلیل این نگرانی ها واضحه. از دست دادن بینایی، از کار افتادن کلیه، سکته قلبی و مغزی، قطع عضو، به کما رفتن و حتی مرگ. عواقبی که فقط محدود به قطع عضو نیست، ولی زندگی را برای میلیون ها نفر برخلاف قند بالای خونشان تلخ کرده. شایاس اولچو، بی بی سی. با اجرای توافق پایان جنگ میان جمهوری‌های آذربایجان و ارمنستان، ارامنه ساکن در مناطق اطراف قره‌باغ خانه‌هایشان را ترک می‌کنند. بر اساس این توافق صلح، بعضی از مناطقی که در اختیار ارمنی‌ها بوده، باید به جمهوری آذربایجان پس داده شوند. این مناطق 30 سال پیش در اختیار جمهوری آذربایجان بودند. یوری وندیک، خبرنگار بی بی سی، از کلباجار، یکی از مناطقی که باید به جمهوری آذربایجان پس داده شود، گزارش می‌دهد. کشیشی پیش از آخرین مراسم عشای ربانیش در این کلیسا به سوگ نشسته. اینجا هم برای ارامنه و هم برای آذربایجانی ها مقدس است. تا چند روز دیگر اما به جمهوری آذربایجان پس داده می شود. برایم دردناکه. این بنا رو ارامنه مسیحی ساختن. اون نمادهای مذهبی هم 800 ساله که اینجا هستن. فردا من اینا رو با خودم میبرم. حدود 30 سال است که کنترل منطقه کلباجار در دست ارامنه است. نسلی جدید این منطقه را به عنوان خانه‌اش پذیرفته. صدها خودرو در مرز صف کشیدن. در بیشتر این خودروها تمام اعضای یک خانواده دیده میشن که تلاش کردند تمام دار و ندارشون رو در این خودروهای کوچک جا بدن. آنها مبلمان، یخچال و حتی دامهایشان را با خود میبرند و در بسیاری نقاط خانه هایشان را پیش از رفتن به آتش کشیدند. چرا خونت رو آتیش زدی؟ آتیش زدم تا آذری ها نتونن توی زندگی کنن. بذار خودشون بسازن. این سرزمین آبا و اجدادی ماست. این بی‌عدالتیه و تمام دنیا هم چشاشو بسته. بمباران استپاناکرت، مرکز قره‌باغ، چند روز پیش متوقف شد. با این حال این شهر همچنان از زندگی خالی است. برخی از اهالی امیدوارند به این شهر که روزی بسیار پر جنب و جوش بود، سرانجام زندگی بازگردد. ما باید اینجا بمونیم. زندگی ادامه داره. نباید توقف کنیم. این مهاجرتی جمعی است. هزاران پناهجو در مسیر ارمنستان هستند. آنها خانه هایشان را ترک کرده و نمی دانند که آیا هرگز باز خواهند گشت. یوری وندیک، بی بی سی نیوز، ناگورنو-قره‌باغ. متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری.